سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از ژانرهای بازی‌های ویدیویی آماده کردم که دیگه از بین رفتن. هر کسی یه ژانر مورد علاقه خودش رو داره که ازش لذت میبره، اما بعضی وقتا پیش میاد که یک ژانر خاص محبوبیت خودش رو از دست میده و ناپدید میشه. من امروز به 10 تاشون اشاره میکنم. شماره 10، بازی‌های RTS. خب این ژانر به صورت کامل نابود نشده، اما اگر شما اونا با دوره اوج خودش، یعنی بین سالهای 1998 تا 2004 مقایسه بکنید، بفهمید که چه افت وحشتناکی داشته. توی اون دوره همه بازی‌های RTS می‌کردن. فکر می‌کنم اگر شما سن و سالتون بخوره، احتمالاً یه سری از اونا رو انجام داده باشید. بازی‌های مثل استارکرافت، وارکرافت، جنرال، رد الرت، کماند اند کانکر و کمپانی آف هیروز. اما یک باره این ژانر کلاً ناپدید شدن. چرا؟ خب دلیلش برمیگرده به محبوبیت بیش از اندازه کنسول‌ها. کنسول‌های بازی‌های ویدیویی در حال حاضر نقش خیلی پررنگ‌تری توی صنعت گیم از PC دارن. و همونطور که می‌دونید، بازی‌های RTS واقعاً نمیشه با کنسول انجام داد. شما حتماً باید موس و کیبورد داشته باشید تا بتونید از اون لذت ببرید. این اصلی‌ترین دلیلیه که باعث شد این بازی‌ها محبوبیت خودشون رو از دست بدن. هرچند این روزها بازم بازی‌های جدید RTS عرضه میشه، مثل ایج اوف امپایرز 4 و کمپانی آف هیروز 3، اما قطعاً به اون محبوبیت سابق خودشون دیگه نیستن. شماره 9، پلتفرم سینمایی. نه اشتباه نکنید، بازی‌های پلتفرمی به هیچ عنوان محبوبیت خودشون رو از دست ندادن. هر روز بازی‌های جدیدی از این ژانر عرضه میشه. من منظورم پلتفرم سینماییه، بازی‌هایی که یه ذره قدیمی‌تر هستن. همونطور که می‌دونید، اصلی‌ترین ویژگی بازی‌های پلتفرمی اون حرکت روان و پرش‌هایی که شما می‌تونید انجام بدید. پرش‌هایی که واقعی نیستن، اما خیلی خیلی بهتون کمک می‌کنن از یک پلتفرم به پلتفرم دیگه برید. دل خب، پلتفرم سینمایی همونطور که از اسمش مشخصه، پرش‌هاش سعی می‌کنه خیلی واقع‌گرایانه نباشه. اگر بازی‌های قدیمی‌تر شاهزاده ایرانی رو انجام داده باشید، می‌دونید که منظورم چیه. همون پرش‌هایی که شما به زور لبه رو می‌گیرید و بعد کاراکتر خودتون خودش رو میکشه بالا. این بازی دیگه هیچ جایی توی صنعت گیم ندارن. بازی‌های مثل فلش بک و یا توم ریدرهای اولیه. میدونید توی این بازی‌ها عملاً بالا رفتن از پلتفرم‌ها چالش اصلی بود تا اینکه شما به داستان نهایی برسید. شماره 8، کالکتاتون. خب یک مرز خیلی خیلی باریکی بین بازی‌های پلتفرمی سبودی و یا کالکتاتون وجود داره. بازی‌های پلتفرمی سبودی که هنوز هم دارن میترکنن، مثل سایکوناتس 2 و یا سری‌های جدید کراش بندیکوت. کالکتاتون ولی یک تفاوت خیلی مهمی داره. این بازی‌ها پلتفرمی همه چیز نبود، بلکه توی اونا شما باید آیتم‌های مختلفی رو جمع می‌کردید. هدف بازی این بود که یک سری آیتم رو به دست بیارید، مثل سوپر ماریو 64، بانجو کازویی، اسپایرا، جکن دکسر 1 و دانکی کانگ. توی دوره پلی‌استیشن 1 این بازی‌ها به وفور پیدا می‌شدن و من فقط گرفتم به یک سری از معروف‌ترینشون اشاره کردم. کم کم این ژانر دیگه محبوبیت خودش رو از دست داد و یک جورایی تبدیل شد به پلتفرمی سه‌بعدی کاملا معمولی. و اگر بخوایم یک ذره منطقی به قضیه نگاه کنیم، بازی‌های اوپن ورلد هم دقیقاً الان همین شدن دیگه. توی اونا کلی کالکتبل بی‌معنی وجود داره که شما فقط باید برید اینور اونور جمعشون بکنید. شماره 7، لایت گان شوتر. شاید توی بقیه ژانرهایی که امروز می‌خوایم بهشون اشاره بکنیم یک سری بازی ایندی باشن که بنا به احترام یک بازی توی اون سبک درست بکنن، اما لایت گان شوتر واقعا ناپدید شده. چرا که برای اون بازی‌ها شما به یک کنترلر خاص نیاز دارید. آره، همون تفنگایی که معمولا به کنسول وصل می‌شد و شما باهاش شروع می‌کردید به شلیک کردن. شاید معروف‌ترین این بازی‌ها که فکر می‌کنم اونایی که قدیمی‌تر باشن تجربه کرده باشن، بازی داک هانت که روی فامیکام یا همون نینتندو عرضه شده بود. از اون گذشته، اگر شما اون تفنگ خاص رو نداشته باشید، احتمالاً توی دوره پلی‌استیشن بازی‌های تایم کرایسیس رو انجام دادید. این بازی‌ها توی اون دوره واقعاً جذاب بودن. شما باید نشونه رو این طرف اون طرف می‌گرفتید و دشمنایی که یهو سرشون می‌آوردن بالا بهشون شلیک می‌کردید. و خب نکته کجا بود؟ هر از گاهی غیر نظامی‌ها خودشون رو نشون می‌دادن که شما نباید به اونا شلیک می‌کردید. اگر اونا رو می‌کشتید، امتیاز منفی می‌گرفتید و یا اینکه خونتون کم می‌شد. فکر می‌کنم بروزترین بازی لایت گانی که یک ذره درست هم بود و علت باش حال می‌کردن، اون بازی لایت گانی بود که برای رزیدنت اویل توی نینتندو وی عرضه شد. اونم فقط به خاطر این به محبوبیت رسید که داستان جذابی داشت. شماره 6، موزیک گیم. خب این ژانر ویدیویی توی ایران فکر نمی‌کنم اونقدر طرفدارای زیادی داشت. دو تا از معروف‌ترین این بازی‌ها گیتار هیرو و راک بند بودن.
میدونی چرا؟ چون برای بازی کردنشون شما فقط به دیسک نیاز نداشتید. یک سری کنترلر خاص هم می‌خواست. شما درام و یا گیتار بیس می‌گرفتید و با استفاده از اون‌ها این بازی رو انجام می‌دادید که انصافاً تجربه خیلی جذابی می‌تونست باشه. اما از اونجایی که توی ایران ما محصولات اصلی رو تجربه نمی‌کردیم، قطعاً فکر نمی‌کنم افراد زیادی باشن که همچین چیزایی رو توی خونه خودشون داشته باشن. شاید نزدیک‌ترین چیزی که ما توی بازی‌های ریتم و یا هم موزیک انجام داده باشیم بیت سیبر باشه. کنم احتمالاً توی گیم‌نتی شهر بازی جایی. اما توی یک دوره شاید باورتون نشه، اما گیتار هیرو راک بند فروش به شدت بالایی داشتن و خب شرکت هم که این بازی رو عرضه میکردن از این قضیه مطلع بودن و به همین دلیل کلی بازی پشت سر هم دیگه عرضه کردن، تا اینکه بعد از چند سال کلا محبوبیت این ژانر کاهش پیدا کرد، به طوری که عملا این دوتا فرانچایز به صورت کامل مردن. شماره 5، ماشین جنگی. کامبت ویهیکولار و یا همون ماشین جنگی یکی از اون سبکایی بود که من به شخص عاشقش بودم، مخصوصا توی دوره پلی‌استیشن 1. اگر شما کنسول پلی‌استیشن 1 داشته باشید، به احتمال خیلی زیاد باید با بازی تویستد متال آشنایی داشته باشید که توی اون با راننده‌های عجیب و غریب شما ماشین‌های عجیب و غریب تر داشتید و باید به همدیگه میکوبیدید و بقیه مبارزها رو نابود می‌کردید. خب بازی‌های خیلی زیادی وجود نداشتن که تونستن توی این سبک به موفقیت برسن. تویستد متال و ویجیلنت توی پلی‌استیشن 1 طرفدارای زیادی داشتن، اما کسایی که بازی‌ها رو توی اون دوره با PC و یا همون کامپیوتر انجام می‌دادن، احتمالاً باید با بازی‌های مانستر تراک آشنایی داشته باشن. می‌دونید، همون ماشین‌های خیلی گنده‌ای که به هم دیگه می‌کوبیدن، اون هم به نظر من جذاب بود. یک سری بازی‌هایی که خیلی سبک‌تر بودن، مثل ماشت که نمی‌دونم چرا توی ایران اینقدر تونسته بود طرفدارای زیادی پیدا بکنه. شماره 4، آرنا شوتر. یکی از سبکای فوق‌العاده بازی‌های شوتر که در بخش لند و آنلاین حسابی ترکونده بود، اما متأسفانه الان دیگه هیچ کس علاقه‌ای به اونا نداره. آرنا شوتر به معنای واقعی توی دنیا حرف اول تو یک دوره میزد. مهمترین چیزی که یک آرنا شوتر رو تعریف میکنه سرعت بالاست. شما توی اون بازی با سرعت خیلی زیادی در یک آرنای کوچیک این طرف اون طرف میرید و بعد میتونید با سلاحایی که دارید حرکات خاصی بزنید. مثلا با راکت لانچر به زمین بکوبید و بعد کاراکترتون بپره بالا. این بازی به مهارت‌های واقعا زیادی نیاز داره. یعنی کسایی که تلا آرنا شوتر انجام ندادن، اگر برن داخل این بازی‌ها کلن میترکن. میدونید اگر شما کال آف دیوتی رو الان براتون بذارن میتونید یه خودی نشون بدید، چون اکثر بازی های اول شخص شوتر تقریبا مثل هم دیگه عمل میکنن، اما آرنا شوتر نه، اون واقعا توی یک لول دیگه وجود داشت. از جمله معروف‌ترین بازی های این سبک میتونیم به آنریل تورنمنت و کویک اشاره بکنیم که خب این دوتا فرانچایز سعی کردن در سالهای اخیر با بازی های جدیدتر دوباره این سبک رو زنده بکنن، اما متاسفانه اصلا موفق نبودند. شماره 3، اکستریم اسپورت. توی دوره پلی‌استیشن 1 و پلی‌استیشن 2 بازی‌های اکستریم اسپورت همه جا بودن. می‌دونید اصلاً اکستریم اسپورت منظورم چه جور بازی‌هایی میشه؟ اون ورزش‌هایی که انجام دادنشون خیلی خفن به نظر میرسه. می‌دونید اسکیت بورد، اون دوچرخه‌های BMX، موج سواری و یا اسنوبورد. احتمالاً اگر شما پلی‌استیشن 1 و 2 داشتید، یکی از این بازی‌ها رو تجربه کردید. بازی‌های تونی هاک و اسکیت بورد که اسکیت بورد خدا بودن. حالا اگر شما به اسکیت بورد علاقه نداشتید، همونطور که گفتم میتونستید توی سبک‌های دیگه از این بازی‌ها لذت ببرید. مثلا بازی‌های BMX و یا MX Unleash روی PS2. اصلا مگه میشه کسی این بازی رو توی اون دوره انجام نداده باشه؟ SSX و Jet Set Radio هم دو تا دیگه از اون بازی‌های خیلی معروف توی این سبک بودن که متأسفانه بعد از چند سال تقریباً با شروع نسل 7 بازی‌های ویدیویی این سبک کلاً از بین رفت. شماره 2، مووی تایم. در نسل 56 بازی‌های ویدیویی این مدیا اونقدر به اندازه الان محبوبیت نداشت و کسی اونا رو جدی نمی‌گرفت. به همین دلیل خیلی وقتا سازنده‌های بازی‌های ویدیویی برای اینکه بتونن به فروش زیادی دست پیدا بکنن، سعی می‌کردن وقتی که قرار یک فیلم عرضه بشه، همراه با اون یک بازی هم بسازن. مثل بازی‌هایی که برای ارباب حلقه توی دوره پلی‌استیشن 2 همراه با فیلم عرضه شد، و یا بازی‌های اسپایدرمنی که همراه با فیلم عرضه شد. این بازی‌ها خیلی وقتا میتونستن چیزای خیلی خوبی از آب در بیان، مثل همین دوتایی که بهتون اشاره کردم، و یا حتی قدیمی‌تر بازی‌های سری دیزنی که روی NES و SNES عرضه می‌شد. علاءالدین از جمله یکی از اون محبوب‌ترین بازی‌ها بود. اما قطعاً اگه قرار باشه معروف‌ترین بازی‌ها رو انتخاب بکنیم، باید بریم سراغ بازی گلدن آی که از روی یکی از فیلم‌های جیمز باند درست شده، که اون فیلم به اندازه این بازی نتونست به موفقیت دست پیدا بکنه. اما خب همه بازی‌ها انقدر خوب از آب در نیومدن. در واقع اگر این مثالایی که بهتون گفتم شما بذارید کنار، هر بازی دیگه‌ای که اینطوری ساخته شده بود به معنای واقعی افتضاح بود. اما کم کم وقتی که صنعت بازی‌سازی رشد پیدا کرد، سازنده‌ها فهمیدن که برای موفقیت نیاز نیست که حتما خودشون رو برن به یک بازی بچسبونن، و اینطوری قرار هم نیست که از سودی که به دست میارن به اون کمپانی بدن. شماره 1، تایتل لایف.
به شخصه من خودم این بازی رو حتی از نزدیک هم ندیدم و فقط اخبارش رو دنبال کردم. در سال 2011 اکتیویژن یک بازی جدید عرضه کرد به اسم اسکایلندر که از یک سیستم خیلی جذابی استفاده میکرد. خب همونطور که میدونید توی خیلی از بازی ها مایکرو ترانزکشن وجود داره و شما میرید برای اون بازی پول خرج میکنید. اکتیویژن اومد از این قضیه استفاده کرد که خب شما بیایید پول خرج بکنید، اما به جاش ما بهتون یک جسم فیزیکی واقعی بدیم. شما میتونستید اسباب بازیای خاصی رو بخرید و بعد با استفاده از کدی که روی اونها بود میتونستید این اسباب بازی‌ها رو وارد بازی مورد علاقتون بکنید و اونها تبدیل می‌شدن به یک کاراکتر قابل بازی. این ایده حسابی ترکونده بود و تا چند سال کلی پول به دست آوردن. بعد از موفقیت اسکایلندر یک سری رقیب هم اضافه شدن مثل دیزنی اینفینیتی و لگو دایمنشن که خب کیفیت اون دو تا بازی چندان بالا نبود و در واقع همین قضیه باعث شد که این جان فقط 2-3 سال روی بورس باشه و به صورت ناگهانی ناپدید شد. خب بچه‌ها اینا از ویدیو امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. ژانر مورد علاقه شما چیه که دیگه وجود نداره؟ توی کامنت ها حتما بنویسید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.